میخوام بهتون یاد بدم که با یک سوم هزینه یک محافظ برق بسازید تمام اون چیزهایی که شما به عنوان محافظ برق میشناسید همهشون دارای این ماژول ها هستن من الان اینجا دو تا از این ماژول های محافظ رو برای شما آوردم تا با اینا آشنا بشید ببینید دوستان همهشون دارای رله هستن اما اون جریان رله ها با هم دیگه فرق میکنه این ماژول رو ببینید این الان رلش ده آمپریه روش ننوشته اما اگر وارد دیتا شیتش بشید میبینید ده آمپره یعنی فقط میتونه تا ده آمپر حد اکثر از خودش جریان عبور بده این یکی ها ببینید دوستان من سعی میکنم جوری دوربین رو بگیرم تا شما بتونید مقدار آمپرش رو بخونید فکر کنم الان دیگه بتونید این کار رو انجام بدید ببینید اینجا نوشته 40 آمپر این ماژولا همه جا پیدا میشن فروشگاه هایی که قطعات الکترونیکی میفروشن تقریبا همهشون از این ماژولا دارن من الان میخوام به صورت عملی این ماژول محافظه برای شما راه اندازی بکنم میخوام برای یک کولر گازی این کار انجام بدم قطعاتی که نیاز دارید یک ماژول هستش یک باکسی هست که این ماژول داخل این باکس قرار میگیره فقط باید باکستون ضد آب باشه و از نوع غیر خودسوز و یک یه تعدادی هم فیش ها و سوکت های برق که به اون ماژول شما قابل نصب باشه حالا این ماژول چطور باید نصبش بکنیم سیم کشی بکنیم خیلی ساده است ببینید دوستان یه ترمینال داری به نام NO شما کافیه که فاز ورودی رو به این ترمینال وصل بکنید به این فیش وصل بکنید و فاز خروجی هم از ترمینال و فیش کام بگیرید یعنی ورودی ماژول میشه NO خروجیش میشه کام خب یه نول هم نیاز دارید اما قرار نیست که از این نول ما استفاده جریانی بکنیم یعنی قرار نیستش که این نول که وارد این ماژول میشه ازش جریانی عبور بکنه این نولی که شما قراره به این ماژول وصل بکنید فقط برای مصرف داخلی ماژول هستش اینجا رو ببینید دوستان با ما ماژیک برای شما علامت گذاشتم نول این ماژول رو به اینجا به این نقطه وصل میکنید نکته خیلی مهم اینه که قرار از این ترمینال ها و سوکت های NO و کام کل جریان عبوری از کولر گازی از این دوتا فیش و از این دوتا قطعه عبور بکنه یعنی شما سیمی که میخواید برای این سوکت ها استفاده بکنید حتما باید حداقل دو و نیم یا چهار میلیمتر مربع باشه اما اون سیمی که میخواید برای قسمت نول وصل بکنید یک سیم نمره یک هم کفایت میکنه هزینه راه اندازی این محافظ یک سوم محافظ که توی بازار به صورت آماده وجود داره شما میتونید برید یک فروشگاه قطعات الکترونیکی این قطعات رو تهیه بکنید و به سادگی خودتون این ماژول و این محافظ رو خودتون بسازید و کلی تو هزینه هاتون صرفه جویی بکنید من الان لحیم کاری و اتصالات این محافظ رو انجام میدم تا با همدیگه یک تستی ازش بگیریم و عملکردش رو ببینیم شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا کلمه ماژول یعنی چی ماژول ها یک قطعات الکترونیکی هستن، یک بردهای الکترونیکی هستن که میتونن به تنهایی یک کار کامل رو انجام بدن. این الان یک ماژول محافظ برقه، یعنی میتونه کار حفاظت از برق توی خروجی به طور کامل انجام بده. وقتی جریانش وصل میشه، بعد از گذشت یک زمان و یک تأخیری توی خروجیش اون جریان رو عبور میده و اگر برق دچار نوسان بشه جریان خروجیش رو قطع میکنه یه نکته دیگه این ماژولا معمولا توی سه نوع ساخته میشن 10 آمپر 16 آمپر و 40 آمپر 10 آمپر رو فقط برای لوازم صوتی و تصویری استفاده بکنید مثلا یه تلویزیونی دارید برای حفاظتش میتونید از این ده آمپرا استفاده بکنید اما اگر یخچال دارید ماشین لباسشویی یا ظرفشویی دارید حتما باید حداقل از 16 آمپری استفاده کنید به هیچ وجه از این 10 آمپریا استفاده نکنید و برای حفاظت کولرهای گازی هم کمتر از 40 آمپر استفاده نکنید اگه میخواید حفاظت کلی ساختمون رو انجام بدید یعنی کل ساختمانتون رو توسط این ماژولا حفاظت بکنید دو راه وجود داره یا اینکه بیاید کولر گازیتون رو جدا بکنید توسط یه دونه از این ماژولا محافظت بکنید و ما بقیه ساختمانتون رو توسط یه ماژول دیگه حفاظت بکنید یا اینکه بیاید خروجی این ماژول رو بدید به بوبین یک کنتاکتور و از تیغه های اصلی اون کنتاکتور استفاده بکنید برای حفاظت کل ساختمانتون اون فیش ها رو حتما به سیم ها هویه و لایمکاری بکنید که اتصالشون کاملا محکم و قوی باشه من اتصالات انجام دادم اینجا رو ببینید سیم زرد شد سیم ورودی فاز ورودی آبی شد جریان خروجی و این سیم سفید نمره یک هم شد برای نولمون که اوردم روی یک ترمینال همه رو نصب کردم خب حالا این ماژول با این ترمینال داخل این باکس نسوز قرار میگیره و میتونیم اینو برای کولرگازی نصب بکنیم من برای تست اومدم به این ماژول برق وصل کردم ببینید الان چراغ زردش روشنه یعنی الان این ماژول محافظ توی حالت تاخیر و دیلی هستش بگذاریم یه چند دقیقه کار بکنه ببینیم سبز میشه یا نه خب درسته ببینید چراغ سبز رنگ بعد از حدود دو دقیقه روشن شد این نشون میده که این ماژول داره کار خودش رو درست انجام میده برق امام قطع شد تو این شرایط دارم برای شما فیلم میکنم اگر بخوام شکلش رو برای شما ترسیم بکنم این میشه همون ماژول محافظ که اون تا سیم وارد ترمینال میشه یک فاز ورودی میاد وارد ماژول میشه یک نل ورودی هم میاد وارد ماژول میشه و یک فاز خروجی پیدا میکنه این فاز خروجی میره وارد کولر گازی میشه و یک انشعاب هم از همین نل ورودی میگیریم برای کولر گازی به همین سادگی اگه تا به حال عضو کانال من نشدید حتما دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگولارم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید و ممنون میشم که با اون لایک و کامنتتون از این کانال حمایت میکنید